مهرامیزترین درودهای من نثار شما مهربانان، تماشاگران و فرزانگان گرامی، شاد، تندرست و پیروز باشید. آرزو می کنم هر جای جهان که هستید سربلند و آزاد باشید. زیبا شاه ولایتی هستم. در برنامه جهان زیبای ما امشب با افتخار و خرسندی با حضور یک پزشک بسیار حاذق، ارزنده و ارزشمند جامعه ایرانی خدمت شما عزیزان هستیم و افتخار دارم که این پزشک حاذق را برای نخستین بار به جامعه سرفراز ایرانی معرفی می کنم. امشب یک سورپرایز دیگری که دارم این هست که این پزشک گرامی بسیار جایگاه عزیزی برای ما ایرانی ها به خصوص دارن، به خاطر اینکه ایشون داماد شادروان خانم پوران شاپوری هستن، خواننده خوش صدا و نامی مملکتمون که واقعا روحشون شاد، و همچنین داماد آقای حبیب الله روشنزاده که یکی از انسانهای خوب جامعه ایرانی که همه با نامشون آشنا هستن و با کارهایی که کردن آشنایی دارن و با صدای بسیار خوبشون که رپورتاش هاشون معروفیت خاص خودشون رو دارن. من خیلی خیلی افتخار میکنم که امشب در خدمت آقای دکتر حمید اسکندری، متخصص طب داخلی، متولد تهران، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه نیوجرسی، آقای دکتر حمید اسکندری در زمره محدود پزشکانی هستند که با هوم هاوس پیس و هوم باند کار میکنند. آقای دکتر حمید اسکندری در کلینیک خصوصی خودشون پذیرای بیماران گرامی و عزیزانی هستند که به سرویس ایشان نیاز دارند. تلفن مطب آقای دکتر حمید اسکندری با ایریا کد 949-559-5153 هست و بیمه‌های مدیکر پی پی او رو هم قبول میکنن از شما. و خواهش میکنم امشب برنامه امشب رو پدران و مادران عزیزی که احتیاج به سرویس این پزشک ارزنده دارن به این برنامه توجه کنید و بیاموزید. درود بر شما آقای دکتر اسکندری عزیز، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحال شدم که فرصتی پیدا کردم بیام در مورد خودم، خدماتم برای جامعه ایرانی صحبت کنم. بسیار ممنونم، خوش آمد بهتون میگم. چقدر خوشحالم که شما اولین بار هست که در تلویزیون ایرانی شرکت میکنید و من این افتخار رو دارم که شما رو معرفی میکنم. امیدوارم که هر ماه که با شما برنامه دارم بتوانید واقعا اون خدماتی رو که برای پدران و مادران سالمند احتیاج هست بهشون بگید و آگاهشون کنید. چون با هم که داشتیم میامدیم صحبت میکردید، من انقدر حیفم میامد که خیلی از مادران و پدران نمیدونن که از چه امکاناتی در این مملکت میتونن بهرمند بشن. آقای دکتر اسکندری، خواهش میکنم نخستین سوالم این هست که اصولا طب سالمندان چی هست؟ والا الان توی امریکا بعد از جنگ جهانی که این جمعیت بچه ها زیاد شد، اون موقع حساب کردن که این جمعیت وقتی برسن به سن 65 سال و بالاتر، خیلی بزرگترین رشد جمعیت سنی رو در امریکا خواهند داشت. الان هم از سال 2010 تقریبا این کارت که بهشون گفتن بیبی بومر توی جامعه پزشکی امریکا وارد شدن، مریضای بیشتر پزشکا هستن و اومدن از اون موقع حساب کردن خب این وقتی افراد مسن‌تر میشن یه مقدار نیازهای پزشکشون فرق میکنه با افراد سن دیگه، و اومدن این طب سالمندا رو شروع کردن. و ما به عنوان یه جریاتریشن یا متخصص در طب سالمندان یه تخصصهای خاصی داریم برای درمان، پیشگیری و مراقبت از افرادی که یه ذره مسن‌ترن، چون اونا منیجمنت کنترل بیماریاشون یه ذره فرق میکنه با افراد سالتر. بله، به عنوان یه جراتریشن، به عنوان یه متخصص طب سالمندا، بیشتر مریضای ما مریضایی هستن که یه ذره مسن‌ترن، یه ذره بیماری های چندین بیماری پزشکی دارن، یه ذره درمانشون
پیشگیریشون یه ذره مشکل تر از افراد عادی هست. بله، بسیار سپاسگزارم. اصولا چه دست مریض هایی در محدوده کار شما هستن؟ بیشتر مریض های ما مریض هایی هستن که معمولا یه ذره سن که میره بالاتر، مریض هایی هستن که مشکلات پزشکیشون یه ذره پیچیده تر میشه، مثلا چندین تا بیماری مختلف دارن. جدای از اون بیشتر مریض هایی رو میبینیم که این مقدار مشکلات حافظه پیدا میکنن، مریض هایی رو میبینیم که از لحاظ بدنی از لحاظ قدرت جسمی ضعیفتر میشن، مریض هایی که بیشتر زمین میخورن، بیشتر کنترل اون مریض ها برای خانواده برای خودشون سختتر میشه تو خونه. اینجور مریضا رو ما بیشتر میبینیم تو اونجا. اضافه بر اون یه سری مریضایی که خب احتیاج دارن به کنترل های 24 ساعت دیگه، واقعا خودشون نمیتونن تنهایی زندگی کنن، یه نفر باید ازشون تیکر کنه، اینجور مریضا رو بیشتر ما میبینیم. من همینچنین توی نرسینگ هوم مریضایی که تو خانه سالمندا هستن، اونایی که احتیاج دارن کمک بشه بهشون تو خانه سالمندا، اونا رو بیشتر میبینیم. همینجوری هم که گفتین یه سری چیزای دیگه هم هست که تازگی ها تو پزشکی باز شده، مریض هایی که دیگه انقدر بیمارشون پیشرفته شده که بیشتر دوست دارن فقط اون علامت های بیماریشون کنترل بشه و اون تقریبا آخرای زندگیشون هست، ما اونا رو به عنوان بهشون میگن هاسپیس کر، اونا رو ما ازشون مراقبت میکنیم. شما اصولا با چه افرادی کار میکنید؟ به عنوان یه جریاتریش، به عنوان یه متخصص طب سالمندا، فرق کار من با کارهای افراد دیگه اینه که ما معمولا یه گروه هستیم، یه گروهی که مثلا من به عنوان دکترشون هستم، یه گروه هایی هستن که بهشون میگن هوم هلت، اونایی هستن که پرستار دارن، ما پرستارا میفرستیم خونه که مثلا بعضی موقع من مریضام تو خونه حالشون بد میشه نمیتونن بیان، نرسو میفرستم تو خونه ببیندشون، اگه آزمایشی میخوام بدم نرسم میره تو خونه. مریضایی هستن که احتیاج به فیزیکال تراپی دارن، مریضایی که قدرت جسمیشون کم شده و واقعا سخت براشون بخوان بیان بیرون و برن فیزیکال تراپی، ما فیزیکال تراپیستا رو میفرستیم تو خونه ازشون مراقبت کنن. سوشال ورکر ها هستن که خب تو هر اریایی میبینی، تو اورنج کانتی، تو الی کانتی سوشال ورکر ها هستن که با اونا کمک، از اونا کمک میگیریم که بتونیم برای مریضا اون کمک هایی که لازم دارن بتونیم از دولت براشون بگیریم. سوشال ورکر ها نه تنها اونجا کمک میکنن، از لحاظ خانوادگی اونا رو کمک مسخان افراد خانواده رو کمک میکنن، با اونا کار میکنیم. همچنین با داروسازا کار میکنیم، برای اینکه الان پزشکی الانی که مریضا دکترهای مختلفی دارن، هر دکتری یه سری دوا بهشون میده و تمام اینا که میاد خب مریضم نمیدونه کدوم استفاده کنه، معمولا دکتر متخصص نمیدونن مریض چه دواهایی از یه دکتر دیگه گرفته. ما به عنوان جریاتریشن معمولا بهترین راهش اینه که با داروخونه ها با فارماسیست ها صحبت میکنیم، لیست دواها رو میگیریم و اونا رو دور نگاه میکنیم ببینیم کدوم دوا با کدوم دوا نباید اصلا استفاده بشه. بله. اونا رو دواهاشون رو اصلاح میکنیم. به هر حال به عنوان یک گروه کار میکنیم، به عنوان تنهایی متاسفانه در طب الان پزشک نمیتونه، باید همه چی رو در نظر بگیریم. معمولا با افراد خانوادهشون کمک میکنیم. معمولا یکی از چیزهایی که ما توی طب سالمندا داریم اینه که مثل دوره بچه ها که شما حتما باید بچه رو میری با پدر مادرش صحبت کنی، خب طب سالمندا ما معمولا با بچه های افراد هم باید صحبت کنیم، اونا رو هم میاریم توی گروه ما، اونا رو هم میاریم باشون همیشه مشورت میکنیم تمام درمانامون رو که اونا هم در جریانش باشن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسکندری عزیز. خواهش میکنم بفرمایید که فرق بین کار شما به عنوان یک فوق تخصص در طب سالمندان و پزشک متخصص سالمندان با دیگر همکاران شما که پزشک هستن چی هست؟ خب ما به عنوان متخصص سالمندان یه سری چیزایی رو همیشه در نظر میگیریم. مثلا من تمام مریضام که میان به عنوان کار روزمرم همیشه ازشون یه تست کوچولوی حافظه میگیرم، برای اینکه مشکلات حافظه مشکلاتیه که خیلی موقع خود افراد متوجه نمیشن، فامیلی خانوادهشون شروع میکنن اینا رو متوجه شدن ولی اونام نمیدونن. یه مشکلات حافظه مشکلاتی که معمولا با سن میاد، اونا رو کاری نمیشه، ولی یه سریاش کارهایی که از محدوده سنی بیشتره. ما معمولا با یه تستای حافظه کوچیک میتونم بفهمم که آیا ایرادی هست یا نه، که بعد حتما اگه که ایرادی پیدا کنم یه تست مثلا بوده یه یک ساعت اون تست انجام میدم براشون که اگه مشکل حافظه‌ای دارن زودتر شروع کنیم براشون
برنامه‌های لازم رو انجام بدیم، اگه درمانی میتونیم بکنیم، اگه آزمایشی هست اینا رو براشون انجام بدیم. بله بفرمایید. بعد جدای از اون معمولا سوالاتی هست که ما به عنوان جراحی مریضا که میان همیشه در مورد زمین خوردن، در موردی که از لحاظ فیزیکی چطور هستن، از لحاظ دواها چطورن، معمولا چقدر دوا میخورن، چه این مثلا دواهایی که معمولا ما یکی از کارهایی که میکنیم تمام داروهای مریضا رو نگاه میکنیم، شروع میکنیم داروها رو مختصر کردن تا اونجا که میتونیم اونا رو لیستش رو کوچیک‌تر کنیم، چون با افراد وقتی که سنشون میره بالاتر بدنشون شروع میکنه تغییر کردن. شما منم حالا حتما خیلی هم بهتون گفتم مثلا خیلی هم دوای کلسترولشون که سالها میخوردن حالا میام میبینی کلسترولشون خیلی پایین‌تره و وقتی میخوایم دوا رو بیاریم پایین همیشه به ما میگن من مثلا این دوا رو 30 سال خوردم چجوری شما داری کم میکنی؟ بعد براشون توضیح میدم که شما این 30 سال خوردی الان بدن شما به یه جایی رسیده که به خاطر کار کلیتون، به خاطر کار کبدتون، به خاطر چربی های زیر پوستیتون کمتر شده، شما این دوا رو دوز کمتری ممکن احتیاج داشته باشی. شروع میکنیم دواهاشون رو دوزش رو کمتر کردن. بله. اینه که اینجور کارهایی که ما معمولا میکنیم، معمولا کمک هایی که میتونیم بهشون بکنیم، مثلا وقتی باشون صحبت میکنم بهشون آفر کمک هایی که میتونیم بکنیم، مثلا کمی که گفتم مثلا فیزیکال تراپیست بفرستم خونهشون یا نرس بفرستم، این چیزایی که معمولا نمیدونن، شروع میکنیم در این زمینه باشون صحبت. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حمید اسکندری عزیز رو در برنامه جهان زیبای ما امشب برای نخستین بار به جامعه خوب و گرامی و سرفراز ایرانی معرفی میکنم. ایشان یکی از پزشکان بسیار بسیار خوبی هستند که واقعا از صمیم قلب دارن خدمت میکنن به جامعه بشریت، به خصوص جامعه ایرانی، و من افتخار میکنم که نخستین کسی هستم که ایشان را به شما عزیزان معرفی میکنم. آفیسشون در اورنج کاونتی هست، تلفنشون با ایریا کد 949-559-51-53. بیمه های مدیکر و پی پی او رو قبول میکنن. از هموطنان عزیزی که میدونم در اورنج کاونتی تعدادشون هم زیاد هست، مادران و پدرانی که به من زنگ میزنید و در جستجوی پزشک متخصص و حاضر در طب سالمندان هستن، ایشون هستن که به هر حال من دستجین کردم و یکی از اون بهترین هاش رو در برنامه معرفی میکنم. خواهش میکنم حتما باشون تماس بگیرید، مطمئن هستم که ایشون به شما خیلی خوب کمک خواهند کرد. آقای دکتر اسکندری عزیز، خانواده مریض هایی که شما باشون سر کار دارید چه اصولا چه کمک هایی رو از شما میگیرن؟ خیلی هم مواقع شما حالا دیدین مریضایی که یه ذره سنشون میره بالاتر خیلی مشکلاتی برای خانواده، چون به هر حال تو امریکا شما که میدونی همه خانواده ها مشغول صبح تا شب سر کار و یه مقداری وقتی که بخوام برای پدر مادر بذارن کارا بکنن یه مقدار محدودیت دارن، و وقتی که خدای نکرده اتفاقی میفته پدر مادر مشکل پزشکی پیدا میکنن، که خانواده واقعا میمونن چجوری میتونن به پدر و مادرشون کمک کنن. معمولا اونجور موارد مثلا به خیلی موارد خانواده ها به من زنگ میزنن مشورت مثلا که چه کارهایی میتونم براشون بکنم. خیلی هم مواقع گفتم مثلا ما میتونیم برای افرادی که واقعا تو خونه احتیاج دارن یکی ازشون نگهداری کنه، حالا ممکن از چند ساعت باشه بر اساس اون بیماری که دارن، از چند ساعت باشه تا 10 ساعت تا 24 ساعت بستگی داره چجور لازم دارن، ما میتونیم بهشون کمک کنیم، با سوشال ورکرها صحبت کنیم که براشون از دولت پول بگیریم که یه نفر چند ساعت در روز بهشون کمک کنه. بستگی داره چقدر میخواد، اون یه نفر ممکنه یکی از اعضای خانواده باشه، ممکنه یه نفری باشه که این از بیرون میارن بهش پول میدن. اینجوری میتونیم بهشون کمک کنیم. بعضی موقع ها خانواده نمیدونن، مثلا فرض کنین یه نرس ایرانی لازم دارن، یه فیزیکال تراپیست ایرانی لازم دارن، ما زنگ میزنن ما براشون پیدا میکنیم. خانواده هایی هستن که زنگ میزنن برای اینکه خب پدر مادر میخوان یه جایی ببرن، پدر مادری هستن خب به هر حال مشکل حافظه دارن، مشکل حافظه شون خیلی پیشرفته است و واقعا بچه ها سخت تو خونه گردارن، بهشون کمک میکنیم برای اینکه بهترین جا مناسب ترین جا رو برای پدر مادرشون پیدا کنیم، جاهایی که ایرانی هستن بتونن زبونشون رو بفهمن، بتونن کمکشون کنن، بچه هم خیالشون راحت باشه. از این کمک ها ما معمولا بشه. چقدر خوبه واقعا، این یک امکانات و یک سرویس بسیار خوبی هست که در اختیار